جزء کسانی که رأی دادن یکی آقای اصغر فرهادی بود که ایشان هم رفته رأی داده، کسی که دو تا جایزه اسکار گرفته و همونطور که در عکس ملاحظه میکنید انگشتش رو نشون میده، اون انگشت، اون دستی رو که آلوده جوهره و رفته رأی داده، یعنی یک جوری مفتخره که این کار رو کرده. به هر حال میل خودشه، من هرگز اعتراضی نمی کنم، هر کسی دوست داره هر کاری بکنه، بالاخره یه عده میخوان برن رأی بدن، آدم که نمیتونه با همه دشمنی بکنه. اما نکته جالب اینه که همین دستی که رأی داده و به جوهر آلوده شده دو روز پیش کجا بوده؟ بله، همین دست یک جایی بوده که الان بهتون نشون میدم. فستیوال کن آغاز شده و آقای اصغر فرهادی و سرکار خانم روز دپ، دختر آقای جانی دپ، دختر خانم بسیار زیبا، به اتفاق اصغر فرهادی باید فستیوال رو افتتاح می‌کردن. با هم دیگه عکس گرفتن. در این عکس واکنید اون دسته، همون دسته که رأی داده کجاست؟ می‌بینید؟ روی باسن خانم روزه. خب چه اشکال داره؟ از نظر من که اشکالی نداره، امیدوارم مشکلی برای آقای اصغر فرهادی و جوایزش پیش نیاد. و ملاحظه میکنید که دست میتونه دو روز قبل یه جای دیگه بره و دو روز دیگه بیاد پوز بده که جوهریه و انتخاب کرده. مبارکه. به هر حال این خانم روزم دختر خانم بسیار سکسی و زیبایی است و مبارک باشه. این فستیوال بالاخره فستیوالی است که آقای اصغر فرهادی رو دوست داره. البته خیال نمی‌کنم با آقای اصغر فرهادی ایرادی بگیرن. اولا ایشان از دوستان بسیاری از کسانی هست که در ایران حکومت می‌کنن، به ویژه آخوندها، و هواشو دارن. مبارکه، عرضه داره دیگه، هم اسکار می‌گیره هم آخوند، هم به هر حال هم بغل خانم روز. بگذاریم. اما از این موقعیت انتخابات خیلی ها استفاده میکنن و به ویژه خانم ها رو وقتی که عکس هاشون رو میدیدم که رأی میدادن، اوه، تقریبا دیگه حجاب رو برداشتن و اندامشون رو، چهره هاشون رو همونطور که ملاحظه میکنین نشون میدن. میدونن که موقع رأی گیری بله کسی نمیاد مزاحمشون بشه. حتی در بسیاری از کشورهای دیگه هم که صندوق گذاشته بودن در کنسولگری ها، یه عده میرفتن رأی میدادن، خانم ها میتونستن بدون حجاب حتی با پیرن های یک کمی بازم بیان رأی بدن، رأی رو میخواستن، اونجا دیگه حجاب مهم نبوده. ملاحظه بکنید عکس های دختر خانم ها، خیلی هاشون آرزو میکنن ای کاش هر روز انتخابات باشه، ما توی لباس پوشیدن مشکل نداشته باشیم.